آقای ایر، شما از نزدیک شاهد برگزاری این مذاکرات بودید، اطلاعات دست اولی دارید. فکر میکنید در این 6 هفته باقی مانده آیا این مذاکرات حساس‌تر، دشوارتر خواهد بود یا ساده‌تر؟ امروز هم آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که اجازه بازرسی به بیگانگان رو از سایت‌های نظامی ایران نخواهد داد. در مورد سوال اول شما، آیا سخت‌تر یا آسان‌تر باشه، تنها چیزی که من میتونم بگم این است که از حالا تا این ضرب الاجل پر از فعالیت خواهد بود، یعنی پر از مذاکرات. شما همونطور که ایشون فرمودن الان در حین مذاکرات هستیم و برنامه خاصی تا حالا اعلام نمی کنیم در مورد مذاکرات آینده، ولی خیلی فعال خواهیم بود قبل از این ضرب الاجل. در مورد اظهارات مقام رهبری، ما همیشه میگیم که در رسانه ها مذاکره نمی کنیم و ما نباید به هر بیانیه و اظهار نظر واکنش نشون بدیم، ولی به طور کلی آنچه میتونم بگم این است که ایران موافق، یعنی قبول کرد که باید بپردازه به این موضوع ابعاد احتمالی نظامی و باید با آژانس همکاری کنه و طبق الحاقی باید دسترسی بدهد اگر فعالیت مشکوک در هر تاسیسات باشه. ولی یک مکانیزم، یک سازوکاری هست برای ترتیب دادن این موضوع دسترسی. درست می‌فرمایید. این مسئله بازرسی مهم هستش و می‌دونم که آژانس مدت‌ها هم مشکل داشته در این زمینه.